سرخط خبرها. تحلیل‌های بیرونی در مورد افغانستان: ناتو اعلام کردن نگران جان گرفتن دوباره تروریسم در افغانستان است. نخست وزیر پاکستان میگوید افغانستان در دوراهی ثابت و بی‌ثباتی قرار گرفته است و طالبان باید تصمیم بگیرند که کدام مسیر را انتخاب می‌کنند. افغانستان در دوراهی تاریخی قرار دارد که در آن دولت جدید طالبان میتواند جهت صلح را انتخاب کند و یا اینکه کشور را در هرج و مرج قرار دهند. خواست زنان از گروه طالبان: حق کار کردن در ادارات دولتی، مشارکت سیاسی و آموزش را از ما نگیرید. و ادامه تنش‌های فرانسه با آمریکا و ایتالیا: فرانسه متحدین پیشینش را فریبکار و دروغگو خوانده است. آمریکا گفته در آینده نزدیک برای حل مشکلات با فرانسه وارد عمل می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما بخیر بیننده‌های عزیز و ارجمند. با سرویس خبری ساعت 8 امشب از تلویزیون تمدن خوش آمدید. مشروع خبرها: عمران خان نخست وزیر پاکستان میگوید با قدرت گرفتن طالبان افغانستان در مسیر دوراهی قرار گرفته است. او افزود این به طالبان برمیگردد که مسیر صلح و ثبات را انتخاب میکنند یا رفتن به سمت هرج و مرج را. در همین حال سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از تبدیل شدن دوباره افغانستان به مرکز تروریسم ابراز نگرانی کردند. با گذشت بیش از یک ماه از سقوط دولت پیشین و روی کار آمدن طالبان در کشور، هنوز هیچ چیز روشن نیست. افغانستان در یک وضعیت بلا تکلیفی قرار گرفته است. از عدم ارائه خدمات دولتی گرفته تا شکایت شهروندان کشور از بیکاری. وضعیتی که نخست وزیر پاکستان نیز میگوید با باور او افغانستان در یک دوراهی تاریخی قرار گرفته و جامعه بین المللی اجازه ندهند تا این کشور به سمت هرج و مرج حرکت کند. افغانستان در دوراهی تاریخی قرار دارد که در آن دولت جدید طالبان میتواند جهت صلح را انتخاب کند و یا اینکه کشور را در هرج و مرج قرار دهند. عمران خان در ادامه تاکید کرد با باور او ایالات متحده نقش بزرگی را ایفا می کند، زیرا 20 سال در افغانستان حضور داشت و این مسئولیت را نیز به عهده دارد. همزمان با این اظهارات، آمریکا و متحدانش از تقویت دوباره تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در اینجا آتن، پایتخت یونان، سران نظامی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در نشستی گفتند جلوگیری از تهدید دهشت‌افکنی از افغانستان یک هدف مهم و کلیدی آنان می باشد. وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش آمریکا نیز از دوباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریسم و تهدید دوباره ایالات متحده از سوی القاعده ابراز نگرانی کردند. مارک میلی رئیس ستاد ارتش آمریکا گفته آنها گزینه عملیات علیه تروریسم را روی دست دارند و درباره قابلیت‌های ماورای افق نیز فکر می‌کنند. ما درباره امکانات ماورای افق صحبت خواهیم کرد. جایی که متحدان فکر می‌کنند مناسب است، می‌توانند سهمی بگیرند. با این همه، در حالی که آمریکا به گونه غیر مسئولانه افغانستان را ترک کرد و آگاهان نیز حضور 20 ساله آمریکا را در مبارزه با تروریسم در افغانستان بی دستاورد می خوانند، ایالات متحده اما همچنان شعار مبارزه با این پدیده را سر می دهد. بعد دنبال حذف وزارت زنان، عدم دعوت از کارمندان زن در ادارات و بسته ماندن مکاتب دخترانه، نگرانی جدی میان زنان به وجود آمده است. شماری از زنان در یک نشست خبری گفتند که اعلامیه اخیر طالبان مبنی بر بازگشایی مکاتب پسرانه نه تنها محدود کردن زمینه آموزش دخترانه است، بلکه خلاف ادعاهایی است که این گروه در برابر زنان بیان کرده بودند. همزمان با این، سازمان نجات کودکان نیز گفته است که اگر دختران از رفتن به مکاتب باز داشته شوند، این امر نقض آشکار حقوق کودکان خواهد بود. برگشت ورق به نفع طالبان، اما برای زنان ظاهراً این برگشت چیزی جز محدودیت‌های بیشتر نیست. از حذف وزارت زنان گرفته تا دعوت نشدن کارمندان زن در ادارات دولتی و همچنان بسته ماندن مکاتب دخترانه، روی کرده که زنان را به شدت نگران ساخته. بر همین اساس اینجا در گوشه از کابل
نشست خبری دایر شده و نگرانی ها هم محدودیت های تازه طالبان بر زنان است. اعلامیه اخیر طالبان نه تنها محدود کننده زمینه آموزش دختران است، بلکه مغایرت با اعلامیه قبلیشان در برابر حقوق زنان نیز می باشد. طالبان هرچند در مورد حذف وزارت امور زنان دلیل مشخصی ارائه نمی کنند، اما می گویند که در نظر دارند روی یک طرح بدیل کار کنند. زنان اما می گویند برای تحقق اهدافشان مبارزه خواهند کرد. ما دخترها و بانوهای افغان بانوهای 20 سال پیش نیستیم. ما فهم داریم، جایگاه خود ما را در جامعه فهمیدیم. ما حقوق از حقوق انسانی از حقوق خود ما آگاه است. شماره هم با اشاره به این محدودیت ها معتقدند که طالبان به حقوق آنان متحد نیستند، از این رو در صدد حذف زنان هستند. مسئله ای که نگرانی جهانی را نیز از عملکرد طالبان به وجود آورده. اولویر فرانچی مدیر عملیات منطقه سازمان نجات کودکان در آسیا گفته که از گزارش های نشر شده مبنی بر این که دختران نمی توانند در افغانستان به مکتب برگردند شوکه شده است و این امر را نقص تکان دهنده حقوق کودکان دختر در افغانستان خوانده است. این باید مردم بدانند، مردم جهان باید بفهمند که زنان و مردان دوش و دوش همدیگر می توانند جامعه خود آباد کنند. زن بدون مرد ناقص است، مرد بدون زن ناقص است. از طالبان و جامعه جهانی می خواهیم که صدای ما را بشنوند، دروازه های مکاتب باز کنند، دروازه های دانشگاه هم همچنان دانشگاه های دولتی هم شروع شوند و این 100% برای ما معلوم شود که ما با کدام جرمی نمی توانیم که درس بخوانیم، نمی توانیم که با وظیفه بریم، ما چه جرمی کردیم. پس از این نشست خبری، انفعالان به رسمی اعتراض به سوی وزارت امور زنان که حالا به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تغییر نام یافته است، راه سپار شدند. با امید اینکه شاید صدایشان به گوش طالبان برسد. شماری از دانش آموزان در ولایت غزنی از اقدام طالبان مبنی بر از سرگیری فعالیت مکاتب استقبال می کنند. این دانش آموزان می گویند تحولات اخیر تأثیرات منفی بر درس هایشان گذاشته بود و اگر ادامه پیدا می کرد شمار زیادی از ادامه تحصیل محروم می شدند. در این میان اما جای دختران خالی است، موضوعی که نگرانی های زیادی را در پی داشته است. پس از اعلام گروه طالبان برای سرگیری فعالیت‌های مکاتب پسرانه، شمار از دانش آموزان در ولایت غزنی از این اقدام استقبال کرده و می‌گویند رخصتی‌های سال گذشته و تحولات امسال تأثیرات منفی روی دروسشان گذاشته بود و اگر چنین ادامه پیدا می‌کرد سبب دلسردی بیشتر جوانان از درس و تحصیل می‌شد. او موږ هم خپل درس و ترغلی او بس خپل درسونه مو په خو خوشحالی سره شروع کړی دی. استادان هم خوشبینه دي، موږ هم شاګردان هم خوشبینه دي، ځکه چې ډیر وخت زیات ځای سوی دی. پتیر ورکم تیر کال کې مو سه کال مو موږ خوشبینه چې دا نور سلسله دا هغه ودرېږي. از یې هم که طالبا امر کرده که مکتبا شروع شه 100% راضی هستیم و ای تحولات سبب شد که ما درس خود پس بمانیم. ما هم زی طالب خوشحال هستیم که می مکتب ما را آزاد کرده و می خواهد که ما درس بخوانیم. از سوی هم در اعلامیه که از سوی وزارت معارف به نشر رسیده از باز شدن مکاتب دخترانه و آموزگاران زن هیچ چیزی گفته نشده، اقدامی که نگرانی ها در مورد محدود شدن حقوق دختران و زنان را تشدید کرده است. شماری از بانوان این اقدام را غیر قابل قبول عنوان کرده و از طالبان می خواهند حق تحصیل را از آنان نگیرند و اجازه دهند که آنان نیز در پیشرفت جامعه نقش داشته باشند. من از حکومت امارات خواهش میکنم تا به خانم ها اجازه بدن تا به درس هایشان ادامه بدن، ای که به بچه ها اجازه دادن تا به درس هایشان ادامه بدن، به دخترها هم اجازه بدن تا که پیشرفت کنن و یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. درس خواندن تا صنف 6 شاید نتونه بعضی از شاگردا را حتی قادر به خواندن خط کنه. همین وقتی که شاگردا درس میخوانن تا صنف 12 اینا میتونن مهارت های بسیار زیاد را کسب کنن. همچنان خواندن بعد از دانشگاه و ادامه تحصیل در دانشگاه میتونه امی سواد از اینا را کامل تر کنه. با این حال مشکل دیگری نیز در بخش معارف قد برافراشته است، پرداخت نشدن معاشات معلمین. شمار از معلمین در غزنی میگویند ماهاست که معاش دریافت نکرده و بعضن مجبور شدند برای خرید قرص نانی وسایل خانهشان را به فروش برسانند. معاشی که نگرفتیم با پول قرض روزگار را تیر میکنیم. با پول قرض روزگار تیر میکنیم. چیزی که وسایلی در خانه داره منا را فروخته و
عوضش سودا میگیریم و استادای دیگه هم همچنان استادای دیگه هم به همین شکلی که مشکل داشته باشد خب مثل معماری چیزی که در خانه داشته باشه وسایل خود میفروشن و سودا میگیرن. آینده ازی معلومه دیگه. انحصارات در حال مطرح می شود که طالبان قبل از این گفته بود حقوق کارمندان معارف، شهرداری و سهتامه را به زودی پرداخت خواهند کرد. اولین محموله کمک های بشردوستانه پاکستان از طریق مرز تورخم وارد ولایت نمگرهار شد. گفته شده این کمک ها توسط 13 واسطه نقلیه وارد افغانستان شده و شامل مواد خوراکی هستند. پیش از این قطر و امارات متحده عرب نیز مواد خوراکی و بهداشتی را از طریق چندین پرواز به افغانستان انتقال داده بودند. شهرداری کابل میگوید کوچه ها و جاده های پایتخت را از موانع امنیتی پاکسازی می کند. مولوی حمدالله نعمانی شهردار کابل امروز گفت نهادهای خصوصی و اشخاص حقیقی خودشان باید این موانع را بردارند، در غیر آن هزینه برداشتن آن را باید به شهرداری پرداخت کنند. شهردار کابل همچنان گفت جلو غصب زمین و ساختمان های غیر قانونی را میگیرد، اما برای زیبایی پایتخت و زمینه سازی برای سرمایه گذاران داخلی در آینده تلاش میکند. در همین حال برخی از کارمندان شهرداری میگویند دو ماه است معاش دریافت نکردند و طالبان باید معاش آنها را هر چه زودتر پرداخت کنند. شهردار کابل میگوید 3 روز پس از تصرف پایتخت توسط طالبان کار در شهرداری اثر گرفته شده و در این مدت روی 6 مورد کار صورت گرفته است، از جمع‌آوری زباله و عواید داخلی گرفته تا پاکسازی موانع امنیتی، کنترل ساختمانی، جلوگیری از غصب زمین و سرسبزی پایتخت. مولوی نعمانی گفت موانع امنیتی در گذشته چهره شهر را تغییر داده بود و باید از سطح شهر و کوچه ها برداشته شود. شهر کابل په ښار کې دغه بدرنګ موانع و چې دغه ښار په یو وحشتګا بدل کړی و، بد ښکارېدو. دغه حکومت په ضرورت ولو دغه د امنیت لپاره دایې ولو ویل چې مثلا امنیت پی راځي، خو د ښار ښکلای ډیره خرابه کړې وه. نو د موږ دریم هغه محوري کار هماغه د هغو موانعو لرې کول و. شهردار کابل همچنان از پلانهایش برای آینده پایتخت میگوید، از جمله تلاش برای سرمایه گذاری داخلی و ساخت شهرک های رهایشی، و ما گفت جلوی غصب زمین و ساختمان های غیر قانونی را میگیرد و تا فعال شدن ادارات دولتی کار ساختمانی و استملاک ملکیت شهروندان متوقف شده است. زیاد کوشش دیده که اوسی موگه تر عرص ترمخ داخلی سرمایه گذارانو تا چانس و پرستونه برابر کسی آقا سرمایه گذاری ورکلای شی، خصوصا د ښار د ښکلا په برخه کې، د ابرسانۍ په برخه کې، د سرکونو د رغولو په برخه کې، د نوو رهایشي پروژو یا د کمرشل ځایونو په برخه کې ډیر سرمایه گذاران د داخلي مخترازی او له موږ سره ګوري. با این حال بیش از 2900 تن در شهرداری کابل برای پاک نگه داشتن پایتخت کار میکنند، رقمی که 27 درصد آن را زنان تشکیل میدهند و باید تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. اما باقی کارمندان مثل میرزمان و همتیمی هایش 1 روز پس از سقوط دولت پیشین به کارش برگشتند. در این میان بسیاری از آنها 2 ماه است معاش دریافت نکردند. مسئولان شهرداری ما میگویند برخی همکارانشان معاش دریافت کرده و آنهایی هم که باقی مانده معاشش پرداخت می شود. یک موقع که نرستم حالت سخت است. دانوزی 2 ماه طول کشیده حوالاتای جا کلش گشنه است. حالت خانه به خانه میگرده که تو مرک 200 قرض قرض بده، اوش میگه مرک 500 قرض بده. اول خودم اگه نداشته باشم 2 ماه ترشته باشم مجبور هستم در خانه هم صاحب برم بگم شد امروز اولادم گشنه است، مجبور هستم که امروز مرک قرض بده. خواهش من امارات اسلامی میست که بعد این توجه کنید کارگرا ماشاش در وقتش بیته، بعد این مردم غریب است، کل جس دان است، یعنی ما شما را اگر در وقتش نته مردم هایی کرای خانه نداره، بعد آرد نیست، روغن نیست، ماش نیست، بعد کرای موترات نیست. با سقوط حکومت پیشین بیش از 150 پروژه در شهرداری کابل هم در بی سرنوشتی به سر میبرند، به ویژه پروژه هایی که نهادهای خارجی هزینه مالی آن را تمویل میکردند. شهردار کابل هم گفت اگر نهادهای خارجی پول این پروژه ها را پرداخت نکند در بودجه سال آینده برای آنها پول در نظر میگیرد.
رانندگان در ولایت بلخ از بالا بودن قیمت مواد سوختی شکایت دارند. آنها میگویند روزانه آنچه را که به دست میآورند باید بابت تل پرداخت کنند، اما چیزی برای تامین مخارجشان باقی نمیماند. با این حال مسئولان در اتاق تجارت و صنایع میگویند با باز شدن بنادر در این ولایت به زودی قیمت مواد سوختی کاهش خواهد یافت. با فرار اشرف غنی از کشور و به هم ریختن وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی در کشور، تحولات زیاد دامنگیر مردم افغانستان شد، از نرخ بالای بیکاری گرفته تا افزایش قیمت‌ها. حالا رانندگان ولایت بلخ میگویند قیمت مواد سوختی در این ولایت بالاست و آنها نمیتوانند با وجود کار روزانه مخارج خانواده هایشان را تأمین کنند. تیل باز خب فعلا بسیار قیمت است. اصب تا بگو که می برویم اینمی بده 400 چار نیم ست کار میکنیم. اگر اونو را بریم در تانگ بده بده 500 تل پردیم که اینجای دیگه پسمان هستیم. اما مشکل اصلی ما قیمتی است، قیمتی تیل و گاز است که ما مصارف خود پوره کرد نمیتونیم. دمیشه او روز همه چیزی که کار میکنیم صرف میریم در تانگ تیل تسلیم میکنیم، دیگه این مشکلات است. یک لیتر تیل است 35 افغانی میندازیم، یک لیتر تیل است 35 افغانی، یک لیتر گاز است، یک لیتر گاز است 35 افغانی، یک لیتر تیل است 61 افغانی. مسئولان در اتاقهای تجارت و صنایع این ولایت اما دلیل افزایش قیمتها را مسدود بودن بنادر میدانند. آنها میگویند با باز شدن بنادر برای بازرگانان قیمت ها نیز کاهش خواهد یافت. لیلای الحمد در این بخش، در بخش مواد نفتی هم واردات صورت گرفته، گاز همچنان واردات صورت گرفته، مواد اولیه. هموطنان عزیز ما تشویش نگرانی نداشته باشن، روز بروز تاجرای ما انشالله در عرصه واردات فعالیت بیشتر می داشته باشن. در حوزه شمال بنادر معروف حیرتان و آقینه قرار دارد، بنادری که روزانه کالاهای زیاد از آنها وارد و یا از کشور خارج می شود. بر اساس گزارش ها در حال حاضر هرچند این بنادر فعال شدند، اما روی کاهش قیمت ها در مواد سوختی تا کنون تغییر نیامده است. فرانسه یک بار دیگر شرکای پیشینش امریکا و استرالیا را به دروغگویی و درویی متهم کرد. این کشور همچنین اعلام کرده که تنها ساعتی پیش از امضای توافق دفاعی از آن آگاه شده است. از طرفی هم سفیر فرانسه در استرالیا هنگام ترک این کشور به خبرنگاران گفت که لغو قرارداد قرن از سوی استرالیا یک اشتباه عظیم خواهد بود. قرارداد موسوم به قرن در سال 2016 میان فرانسه و استرالیا به ارزش 50 میلیارد دلار و امضا رسیده بود که فرانسه را مجاب به ساخت 12 زیردریایی برای استرالیا می کرد. این قرارداد اما در توافق جدید میان استرالیا، آمریکا و انگلیس لغو شده است. تنش از اینجا آغاز شد. توافق جدید میان این سه کشور، توافق به هدف مهار قدرت فزاینده چین در منطقه آسیای اقیانوسیه. بر اساس این توافق امریکا برای ساخت زیردریایی اتمی به استرالیا کمک می‌کند. آن طرف استرالیا در منطقه آسیای اقیانوسیه در مقابل چین خواهد ایستاد. آنچه که امریکا مدعی است برای مهار قدرت بیجینگ. چین و فرانسه بلافاصله واکنش نشان دادند. اما چرا فرانسه؟ بر اساس توافق جدید، توافق قبلی فرانسه و استرالیا که به ارزش 10 میلیارد دلار میان فرانسه و استرالیا در سال 2016 به امضا رسیده بود، حالا به صورت خودکار لغو می شود. لغو قرارداد خشم فرانسوی ها را برانگیخته. پاریس سفرای خود از استرالیا و امریکا را فرا خواند و اینجا هم وزیر خارجه این کشور از یک بحران جدی در روابط کشورش با طرفای توافق گفت. برای اولین بار در تاریخ روابط امریکا و فرانسه است که ما سفیر خود را برای مشاوره فرا می‌خوانیم، که این یک اقدام جدی سیاسی است. این عمق بحران موجود میان کشورهایمان را نشان می‌دهد. سفیر فرانسه در استرالیا بلافاصله به کشورش بازگشت. این تصویری از زمان بازگشت اوست. او همچنین هنگام ترک استرالیا لغو قرارداد را یک اشتباهی عظیم توصیف کرد.
این یک اشتباه بزرگ و برخورد بسیار بد در مشارکت بود، زیرا این یک قرارداد توافق فرانسه با استرالیا در مورد فروش زیردریایی نبود. این مشارکتی بود که قرار بود بر اساس اعتماد، درک متقابل و صداقت باشد. از طرف هم وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با فرانس 24 طرفای توافق را به دورویی، زیر پا گذاشتن اعتماد و تحقیر متهم کرد. چین نیز در واکنش تازه این پیمان را مکررن محکوم کرد و مالیزیا نیز با ابراز تأسف و نگرانی گفت این توافق به یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن می‌زند. اما طرفای توافق، وزیر خارجه جدید انگلیس از توافق جدید دفاع کرد، وزیر خارجه استرالیا از حل مشکلات گفت و واشنگتن گفته در روزهای آینده برای حل اختلافات با دولت فرانسه تماس خواهد گرفت. مقامات محلی در ایالت تگزاس آمریکا از هجوم هزاران مهاجر در مرزهای این کشور ابراز نگرانی کرده است. دولت آمریکا میگوید قصد دارد این مهاجران را با پروازهای ویژه به جایی انتقال دهند که از آنجا دست به مهاجرت زدند. یک مقام محلی در شهر دلریو ایالت تگزاس نیز با اعلام وضعیت فوق العاده وضعیت را بی سابقه توصیف کرده است. بر اساس گزارش ها اکثر این مهاجران از کشور هائیتی هستند و برخی هم مربوط به کشورهای کیوبا، پرو و ونزوئلا. هجوم هزاران مهاجر از مرز مکزیک به سمت آمریکا. تصویری از بحران مهاجرت، تصویری که خیلی‌ها به بحران مهاجرت افغانستان در هفته‌های گذشته تشبیه کردند. میدان هوایی کابل. اینجا پل مرزی تگزاس در جنوب آمریکا، جایی که در یک هفته گذشته هزاران مهاجر غالبا از هائیتی دست به مهاجرت زدند. بر اساس گزارش ها بیش از 10,000 نفر زیر این پل در شهر دلریو جابجا شدند. شهردار دلریو در گفتگو با خبرنگاران گفت وضعیت فوق العاده است. گشت های مرزی به خاطر تعداد بالای مهاجران بیش از حد خسته شدند. وضعیت بسیار آشفته است و مهاجران در شرایط غیر ممکن زندگی می کنند. دلریو از شهرهای تگزاس 35,000 نفر جمعیت دارد. منابع گفتند که یک اردوگاه در این شهر ایجاد شده که خدمات اولیه محدود به مهاجران ارائه می کند. دولت آمریکا می گوید قصد دارد این مهاجران را با پروازهای ویژه به جای انتقال دهند که از آنجا دست به مهاجرت زدند. اشاره به هائیتی. نخست وزیر هائیتی نیز شنبه شب در شبکه‌های اجتماعی از مهاجران حمایت کرد و گفت هماهنگی‌های لازم برای استقبال از کسانی که قرار است بازگردند صورت گرفته. با این حال انتظار می‌رود که پروازها برای بازگرداندن این مهاجران از امروز دوشنبه آغاز شود و مقامات دولتی آمریکا در حال مذاکره با کشورهای مورد نظر در این خصوص هستند. حدود 50 میلیون نفر در 180 کشور جهان در روز جهانی پاکسازی زمین زباله‌های رها شده در جاده‌ها، رودخانه‌ها، دریاها، جنگل‌ها و صحراها را جمع کردند. همزمان فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که مقصد نهایی بسیاری از زباله‌های پلاستیکی رها شده در طبیعت اقیانوس‌ها هستند. بر اساس گزارش‌ها در اروپا، آلمان با 900، فرانسه با 600 و ایتالیا با بیش از 500 برنامه نظافتی بزرگ رکوردداران امسال این روز بودند. با این حال روز جهانی پاکسازی طبیعت منحصر به اروپا نیست. در آفریقای جنوبی صدها نفر در برنامه تمیز کردن رودخانه های انباشته شده از زباله های پلاستیکی شرکت کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید این نهاد به ادامه کمک هایش به افرادی که به دلیل جنگ در افغانستان آواره شدن متعهد است. این نهاد گفته کمک هایش را برای خانواده هایی که در ننگرهار و کنر به دلیل جنگ ها آواره شدن آغاز کرده است. در خبرنامه این نهاد آمده که این کمک ها شامل اقلام ضروری مانند دوشک، کمپل، فرش پلاستیکی، ظروف آب، وسایل آشپزی و وسایل بهداشتی است.
با آمدن تحولات اخیر در کشور و سقوط پایتخت و دست گروه طالبان، مسئولین کتابخانه ها در کشور از مراجعه اندک شهروندان به این مکان ارزشمند و حیاتی ابراز نگرانی کرده و از جوانان میخواهند تا این فرهنگ را به باد فراموشی نسپارند. آگاهان نیز میگویند کتابخانی و مطالعه رمز ماندگاری و ترقی جوامع بشری بوده و افغانستان که در این وادی نقش کمرنگی داشته است، باید برای پیشرفت و پویایی جامعه این فرهنگ را همگانی سازند. با این حال تا یک ماه اخیر آمار مراجعه شهروندان به حداقل رسیده و هواداران فرهنگ کتاب و کتابخانی در کشور رو به کاهش است. کتاب عامل رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه بشری، دوربینی که ما را کمک می‌کند تا پدیده‌ها را دقیق‌تر و شفاف‌تر دیده و به شناخت واقعی‌تر و درست‌تری از جهان دست پیدا کنیم. کتابخوانی و مطالعه از جایگاه ارزشمندی در زندگی انسان‌ها برخوردار است و بسترساز توسعه و پویای جامعه به شمار می‌رود. فرهنگی که متأسفانه در افغانستان بازار سیاهی دارد و هر روز به سقوط نزدیک‌تر می‌شود. بر اساس سروی 5 سال قبل، حدود 82 کتابخانه در کل کشور وجود داشته که از این میان شمار کثیری از آنان دیگر باز نبوده و فقط اسمی از آنان باقی مانده است. اما از سال 1992 تا کنون متاسفانه هیچ آمار دقیقی از نشر کتاب در کشور به ثبت نرسیده است. با این حال، برای بررسی بیشتر وضعیت کتاب و کتابخانی در کشور سری زدیم به کتابخانه عمومی دارالقرآن کابل. مسئولین این دارالقرآن حکایت تلخی از وضعیت کتابخانی در ماه‌های اخیر دارد. میگویند قبل از سقوط حکومت به دست گروه طالبان، بیش از 400 نفر اعم از مردان و زنان به این کتابخانه مراجعه می کردند، اما تا یک ماه اخیر این آمار به حداقل خود رسیده و در هفته کمتر از 50 تن برای گرفتن و خواندن کتاب به اینجا می آیند. فیصدی بالاست دیگه. قبلا ما در روز اون رقم که قبلا عرض کردم در روز 300 الی 400 نفر مراجعین داشتیم اینجا، از طبقه ذکور اوناست، اما فعلا متاسفانه از 50 نفر بالا نمیشه. حد اکثرش در روز اینجا کسایی که مراجعه میکنه 50 نفر است دیگر. طبیعی که یک فیصدی بسیار بالاست و تأثیرش هم تأثیر بسیار بالایی است. فعلا تقریبا به 15,000 نفر آمار اینجا رسیده که در کتابخانه دوستان عضویت داره، ولی فعلا که خلاصه دولت امارت اسلامی شکل گرفته یک مقدار مراجعین کمرنگ است. شنونده حرف‌های مراجعین اندک این کتابخانه هم بوده ایم. نسیم رسا از باشندگان شهر کابل که برای خریدن کتاب آمده است میگوید در این وضعیت بحرانی که حتی آینده زنان و دختران معلوم نیست، آمده است که کتاب بخرد و به همه اعلام کند که تسلیم این وضعیت بحرانی نمیشود. خانم رسا از بانوان دیگر هم میخواهند همانند او تسلیم نشوند و در جامعه حضور یابند. اوضاع همیشه به یک حالت نمیماند. بعضی اوقات شرایط بسیار دشوار میآید، اما ما نباید به خاطر شرایطی که در اطراف ما اتفاق میفته که ما تسلیم شویم و ما توقف بتیم که ما مطالعه نکنیم. ما میتونیم در هر شرایط توسط مطالعه کردن خود میتونیم یک تغییرات بزرگ را در جامعه بیاریم. در ادامه صحبت‌های بانورسا، زکریا قاسمی که خود را محصل سمستر چهارم دانشگاه طبی کابل معرفی میکند، در این مورد چنین میگوید. متاسفانه آل بچه ها بیشتر مصرف دنیای مجازی شده. پیام برای است که امی قبولی که یا بر اینترنت و چیزا مصرف میکنه، به کتاب بخرن و کتاب بخونن. اهمیت بیشتر کتاب داره. کتاب میتونه ذهنشون روشن کنه، دلشون روشن کنه، در کل زندگیشون میتونه متحول کنه. در این میان کتاب فروشان کابل نیز از کم رنگ شدن بازار فروش کتاب و مطالعه ابراز نگرانی کرده و میگویند فروش کتاب کم رنگ شده و در ماه اخیر مراجع کنندگان به حداقل رسیده است. تقریبا 99% روی فروش ما تاثیر آمده. قدیما مثلا ما قبلا که بود حدودا مثلا در روز 20 تا 30 تا مشتری داشتیم، ولی حال روز یک مشتری یا دو مشتری بیشتر نداریم. بعضی روزا هم شده که مثلا اصلا مشتری نداشتیم.
آگاهان امور نیز میگویند نبود فرهنگ کتابخوانی و مطالعه از خلاهای بزرگ و جبران ناپذیر در افغانستان است که سبب ناهنجاری های عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می شود. به گفته آنان رمز ماندگاری، پویایی و اکتشافات افراد یک جامعه رو آوردن به فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است که با تأسف در افغانستان بازار سردی دارد. با وضعیت به وجود آمده که سیر تحول علمی متوقف شده و رو به عقب هست، طبعا جلوگیری و ممانعت از مطالعه و تحصیلات سطح ابتدایی، متوسطه و لیسه و همینطور در سطح عالی و اکادمیک میتونه که جایگاه افغانستان را از این هم تنزل بده. با این همه فقر، ناامنی، پایین بودن سطح سواد عمومی، نبود علاقه به یادگیری در باشندگان افغانستان، چند زبانی در کشور، کمبود کتابخانه های عمومی و در نهایت تحولات اخیر سیاسی در کشور باعث شده است که روند تولید و چاپ کتاب ها کاهش یافته و بیشتر باشندگان افغانستان با فرهنگ کتاب و کتابخانی بیگانه بمانند. در پایان نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. تحلیل‌های بیرونی در مورد افغانستان، ناتو اعلام کردن نگران جان گرفتن دوباره تروریسم در افغانستان است. نخست وزیر پاکستان میگوید افغانستان در دوراهی ثابت و بی‌ثباتی قرار گرفته است و طالبان باید تصمیم بگیرند که کدام مسیر را انتخاب می‌کنند. افغانستان در دوراهی تاریخی قرار دارد که در آن دولت جدید طالبان میتواند جهت صلح را انتخاب کند و یا اینکه کشور را در هرج و مرج قرار دهند. خواست زنان از گروه طالبان حق کار کردن در ادارات دولتی، مشارکت سیاسی و آموزش را از ما نگیرید. و ادامه تنش‌های فرانسه با آمریکا و استرالیا. فرانسه متحدین پیشینش را فریبکار و دروغگو خوانده است. آمریکا گفته در آینده نزدیک برای حل مشکلات با فرانسه وارد عمل می‌شود. بیننده های ارجمند، سپاسگزارم که با ما در این سرویس خبری همراه بودین. شب خوش، خدا نگهدار.